خوش اومدید به قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فشار تو. نایس. تو این ویدیو بالا اومده از پوبان، احتمالا شما با تاخیر یک هفته دو هفته‌ای دارید ریاکشن رو می‌بینید به خاطر کپی‌رایت. از کانال رادیو جوان پخش شده، کلا ترکای رادیو جوان یا ریاکشنشو نمی‌ذاریم یا دیر می‌ذاریم دیگه به خاطر کپی‌رایت. این سری قسمتتون شده اگه دارید ویدیو رو می‌بینید. خلاصه لینکو می‌ذارم توی دیسکریپشن، لینک رادیو جوان کار. لینک کار توی رادیو جوان رو می‌تونید چک کنید، اگه گوشیتون میاد سرچ کنید از طریق اون لینک موزیکو گوش کنید. بجز اون کانال دلول، کانال اسنره هم لینکاشون توی دیسکریپشن هست، اینستاگرامشون هم نمی‌دونم توی دیسکریپشن گذاشتم یا نه، ولی سرچ کنید دلول اسنره شول استریم، اینا هم اینستاشون رو میاره. اینستا خودم هست توی دیسکریپشن. اگر فورگنگا رو بچید تو کامنت بریم ببینیم که گوت برامون چی داره. اطلاعات خاصی نداریم، احتمالا کل پروژه رو خود پوبان پیش برده. آرتورک فقط میدونیم اماد بیشفعر زده آرتورکو. آرتورک هم یه داف مغروق در یک ظرف احتمالا داف داریم میپذیم، یه همچین چیزی من برداشت میکنم، یه دافی رو داریم میپذیم. و خوشمزه هم به نظر میاد، بالا یک تایپ فیس با یه سری ستاره ها، چی میگم، یه سری از این لی‌اوت های ستاره متاره گوگلی مگولی و اینا باحاله. رنگ روغن هم اصلا، اگه اشتباه نکنم. برو بری. بعد از شکست خوردن فیت افسانه‌ای با محسن دورستانی ها تک بهونه میاری میخوای از خودم دورت کنم، دوباره رزیلین فانکه. چرا باید واسه موندن مجبورت کنم، میری لکسی بی من هر جایی بری. من واسه چی باید بشینم وقتی همچین موزیکی ساخته؟ گروه سگی نشسته این سگ نشسته این موزیکو گوش میده. بهونه میاری میخوای از خودم دورت کنم، چرا باید واسه موندن مجبورت کنم، میری لکسی بی من هر جایی بری. ولی منم که میتونم فقط خوبت کنم. فهمیدید کدوم ترکه؟ باز با منه میرخسی، باز با منه، نه باز با منه میخندی، باز با منه میرخسی، اما نه به یک ساز. ما این باز پوبون بلی منم که میتونم فقط خوبت کنم. گوتموت دیگه گذاشت دیوون هست پوبان. چی؟ حاجی ساوند موزیکش. من دیروز داشتم اسپاتی فول پوبان گوش میدم، داشتم هم شافل. اصلا خیلی آرتیست متفاوتی با بقیه کسایی که تو هیپ هاپ فارسی فعالیتشون رو میبینیم. دقل یعنی مثلا به تو میگن یه آرتیست میشناسم هیپ هاپ فارسی کار میکنه، تو میگی اسم مثلا تو، کلمه هیپ هاپ فارسی که میاد یه انتظاراتی میاد تو ذهنت دیگه. اصلا موزیکاشو پلی میکنی یه حال و هوایی دیگه داره، یه فضاسازی های عجیب غریب داره، یک منظره صوتی غلطه. ساوند اسکیپ چی؟ فارسی چی میشه؟ همون لند اسکیپ و ساوند اسکیپ فرض کنید دیگه. اصلا ساوند اسکیپ کاملا متفاوت با هر چی شنیدی. من فکر کنم آلترناتیو الکترونیک هیپ هاپ آرتیست مثلا باید صداش کنیم، یا چه میدونم یه آرنبی و پاپ همون وسط اضافه کنیم. خیلی وسیع دایره فعالیت، دایره توانایی و دایره ساب ژانر و ژانری که بوون توش فعالیت میکنه، ولی خیلی خیلی وسیع دایره. اسمم جا مونده هر جایی باشی یادت میمونه.
حاجی هر وقت حافظ در وصف دختر موکوتا و مدل موپسرونه شعر خوند من از دختر موکوتا خوشم میاد. حتی راجعه موی بلند چیزی نگفت اینجا بدی من اینجا مونده بودان میگفتم عالی پیس آف آرت. خب این بود ترک بالا از پوبون، ترکی که الان که میگم یه تیکه استثنایی دیگه از کار پوبون که 7 سال دیگه هم شما این ترک رو پلی کنی واقعا میتونی باش وایب کنی. یعنی خیلی ساعت کردن راجع به این موضوع که چون پوبون ترند سواری خیلی نمیکنه به خاطر همین از ترند هم نمیفته. یعنی اصلا چون هیچ وقت نمیره به اوج یه ترند واسه همین همراه اون ترند هم سقوط نمیکنه. و میام این چک هم واقعا خاصیت نه ولی لانجویتی داره به نظر من. چک با یه بیس بلند و یه سری آرپژ حالا مثلا پیانوی ایکیو دار شروع شد همراه بک وکال استثنایی و آسمانی و بهشتی پوبون. یه بیلداپی داشتیم رسیدیم به نیمچه ورس. آره دیگه میشد به اون گفت ورس. کلا ترکی بود که کلا ترکای پوبون به صورت کلی به نظر من باید درفشین. اینجوری که مثلا بگی لیریکسش کم بود، لیریکسش نمیدونم چرا یه قسمتش 25 بار یه ورسش 25 بار تکرار شد و اینا نیست. لیریکسش واقعا در خدمت وایبه. اونجوری نیست که لیریک اورینتد باشه و میدونی چی میگم، محوریت خاصی نداره تویش پروژه هایی که میسازه. آره با یه بچه ورس شروع شد تا قبل از دراپ اول، دراپ اصلیه به ما اون سورپرایز نداده بود. سورپرایز چی بود؟ لوپی بود که سمپلی بود که از این پترنش و ملودیش و از اینتروی ترک فکرم تناز از ماهین برداشته بود و حالا مثلا بازسازی ریپرودوس کرده بود دیگه با یه تیمبر دیگه، با یه ساز دیگه و با یه تمپوی بیشتر. تمپوش خیلی فستر بود نسبت به اون جایی. درامنانمون هم که فاز برزیلیان فانک داشت. کلا مثلا اینکه پوبون افتاده تو چاله از چاله درام بیس اومد بیرون، افتاد تو چاله برزیلیان فانک. خیلی هم اتفاقا به نظر من مثبت این تغییری که کرده، چون هم نزدیکی داره با ساندی که قدیم تولید میکرد همون ترک های درام بیسش. یعنی یهو مثلا سنتی شجریانی نمیخونه، بعد یهو از اون متال. میدونی چی میگم؟ جفت ژانری که داره فعالیت میکنه، یعنی درام هم درام بیس هم همین برزیلیان فانک، خیلی وایب پیش میاره ترک ها رو خروجی ها رو. خیلی پرودوسر پروداکشن توش مهمتره نسبت به کارهایی که و شعبر بازیه که مثلا تو لیریکس میخوای انجام بدی. به همین ترتیب پیش رفت و یه کار جالب دیگه ای که کرده بود به نظر من باید اشارهش بهش این بود که اون لوپ موین، لوپ لژندری موینی که استفاده کرده بود، سمپل اینترو ترک تناز موینی که استفاده کرده بود و به عنوان یک ورس بهش نگاه کرده بود. یعنی انقدر پتانسیل داشت، انقدر سورپرایز کننده و شوکه کننده بود که قسمت اولین باری که اون لوپو اضافه کرد به ترک با دراپ اول هیچ ورسی نداشت روش. یعنی گذاشت فکر کنم دو تا 8 نوت بگذره بعد ورسش تازه شروع شه و ادامه ترک هم دو سه بار دیگه هم همین کارو کرد. یعنی اول اون لوپه میذاش حرف بزن، اول میذاش اینسترومنت ها حرف بزنن، بعد خودش حرف میزد، خودش وکالش رو اضافه میکرد، کورسش رو اضافه میکرد. پری کورس بود دیگه، در واقع پری کورس ما دو تا 8 این سامپل رو داشتیم میشنیدیم. میگم بی‌نظیر کارهای پوبون. خیلی آدم واسطه‌ای، خیلی آدم آندرریتدیه، خیلی شخصیت دوست داشتنیه، خیلی شخصیت بازیه، خیلی خایمالشیم آقا. هم خایمالش هم پول زده به کارتم و بر صورت تبدیل تجربه اولین بار شنیدن ترک هم زیاده واسه من. نو هم با این ترک شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک ریاکشن ویدیو. لایک اگه ویدیو رو دوست داشتید و دیسلایک اگه ویدیو رو دوست نداشتید. فورگنگ هم یادتون نره توی کامنت. اگر نظر دیگه ای نداشتید، نظر دیگه ای داشتید، نظر دیگه رو بنویسید. سابسکرایب هم اگر دوست داشتید ویدیوها رو، یادتون نره که بکنید و
زنگوله بغل سابسکرایب هم واسه مطلع کردن شما از آپلود ویدیوها گذاشته شده روش که کلیک کنید یوتیوب از طریق نوتیف به شما خبر میده آپلود بعدی و تا ویدیوی بعدی فور گنگ.